شماری از فرهنگیان و هنرمندان هرات اینجا در حوض تاریخی چهارسوق در شهر هرات گرد آمدند تا از بهر از دست رفتن میراث‌های فرهنگی کشور صدای خود را بلند کنند. آنان میگویند که کشورهای ایران و ترکیه تلاش دارند تا هنر میناتور و خوشنویسی افغانستان را به نام خود همچون میراث فرهنگی جهان ثبت کنند. کشورهای همسایه و منطقه‌ای در صدد این هستند که هنر خوشنویسی و مینیاتوری که جایگاه بسیار بارز و ویژه‌ای هم در تاریخ هرات داره به نام کشورهای منطقه‌ای به جز افغانستان ثبت بکنند. شماری از این فرهنگیان و هنرمندان افغانستان را خاستگاه میناتوری و خوشنویسی در منطقه می‌دانند و تاکید می‌ورزند که افتخار این دو هنر باید به نام افغانستان در میراث‌های جهانی ثبت شود. مکاتب هندی، مکاتب ایرانی و مکاتب ترکی از این هنر مستفید میشن و این هنر تاثیرگذاره و تا امروز اون مکاتب خور مدیون مکتب هنری هرات و هنر بهزاد میدانن. خط مستلق و خط شکسته و بزرگ خود تزیینی کوفی مخصوص مکتب هرات برای از اینکه به همین مکتب زاده شده و همین بعد کمال رسیده و بزرگ شده و به تمام مالک همجوار اینو عظیم هرات رفته. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نی در اینجا حضور دارند و نی هم حاضر به پاسخگویی شدند. در همین حال شماری از استادان دانشگاه و هنرمندان حکومت افغانستان را در این زمینه بی‌پروا می‌دانند. وظیفه افغانستان، وظیفه اطلاعات فرهنگ است که در زمان ثبت چنین میراث‌های مشترک چند ملیتی اقدام کنند. از اون طور که ما دو نوع میراث داریم، میراث‌های انفرادی داریم، میراث‌های چند ملیتی داریم. 60 سالی سابقه داره این کار به دست ما نیه که مثلا این چیز شوند خود دولت کابل و خود مرکزیت کابل بعد 100% به این فکرشم که مثلا مطرح کنم. مکتب میناتور استاد کمالدین بهزاد یکی از هنرمندان دوره تیموریان در هرات شهره جهانی دارد و در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه از مکتب او پیروی می شود. همچنان خاستگاه خطهای نستعلیق، کوفی، سلس، شکسته و چند نوع خط دیگر نیز هرات خوانده می شود. اما ایران، ترکیه و چند کشور عربی تلاش دارند تا این خطها را به نام خود ثبت کنند.